ایران نیجریه خسته کننده ترین بازی جام تا به اینجا که اولین امتیاز رو برای ایران به ارمغان آورد. با ما باشید با جام رویایی 2014. سلام تیم ملی فوتبال آمریکا که در جام‌های جهانی 2006 و 2010 به غنا 2-1 باخته بود، سرانجام روند باخته پرپی خودش رو شکست. شب گذشته آمریکایی‌ها سریع‌ترین گل مسابقات رو در دقیقه 1 توسط دمسی زدند. پیروزی 2-1 مقابل غنا آمریکایی‌ها رو پشت سر آلمان در رده دوم قرار داد. غنا هم به لطف تفاضل بهتر نسبت به پرتغال در رده سوم قرار داره. بازی بعدی آلمان با غنا خواهد بود و آمریکا با پرتغال روبرو میشه. بلژیک در اولین بازی گروه آخر جام جهانی الجزایر رو 2-1 شکست داد. شانس پنجم قهرمانی در برزیل با پنالتی فقولی از حریف عقب افتاد و بازی رو با همین نتیجه در نیمه اول تمام شد، اما در نیمه دوم بلژیک بهتر کار کرد و ابتدا با گل فلینی بازیکن منچستر یونایتد بازی رو به تساوی کشوند و بعد هم تونست با گل مرتنس صاحب 3 امتیاز این بازی بشه. اما تیم فوتبال برزیل پیش از مسابقه امشب مقابل مکزیک در 38 مسابقه پی در پی خانگی خودش شکست نخورده. هر دو تیم بازی اول خودشون رو با پیروزی پشت سر گذاشتن. برزیل در بازی اول کرواسی رو 3-1 برد و مکزیک هم 1-0 کامرون رو شکست داد. اما جنجال‌های بازی اول هنوز دست از سر برزیل بر نداشته، با اینکه خیلی‌ها معتقدن داور ژاپنی و مسابقه بیش از حد با تیم میزبان مهربان بود. لوئیس فلیپه اسکولاری سرمربی برزیل معتقد نباید در کار داوران دخالت کرد. همین اول بگم که من نظری راجع به داورا نمیدم. داورا قانون رو اجرا میکنن و بازیکن‌ها هم باید بازی کنن. بقیه تیم‌های ملی هم لحظه‌ای مشکل داری داشتن، اما مهم نظر داورا، اینم بخشی از فوتباله. آخرین باری که مکزیک برزیل رو در خاک خودش شکست داده به 46 سال پیش برمیگرده. مکزیکی‌ها تا به حال در رقابت‌های جام جهانی 3 بار با برزیل بازی کردند و هر 3 بار با مجموع 11 گل شکست خوردند. سال گذشته مکزیک در همین ورزشگاه فورتالزا در رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها با برزیل بازی کرد و 2-0 شکست خورد. مکزیکی‌ها حالا باید با برزیلی بازی کنند که حمایت هزاران تماشاچی رو هم پشت سر داره، دیداری که هرگز آسان نخواهد بود. نمیتونیم دستامونو بالا ببریم، نمیتونیم. اونا بازیکنایی دارن که میتونن توی یه چشم هم زدن سرنوشت بازی رو عوض کنن. ما باید توی همه چی در اوج باشیم. با تمام احترام به کامرون، برزیل کامرون نیست. برزیل مدعی اصلی قهرمانی و از اون گذشته مهمترین تیم دنیاست. بازی خیلی سختی در پیش داریم. روسیه امروز در آخرین دیدار از دور اول مرحله مقدماتی با کره جنوبی بازی میکنه. این دو تیم پیش از این یک بار در دیداری دوستانه با هم بازی کردند که با پیروزی روس‌ها تمام شد. روسیه که در دو حضور قبلیشون در جام جهانی نتونسته از مرحله گروهی صعود کنه، حالا با فاویو کاپلو بلند پروازتر به نظر میرسه. مردی که اعتقاد داره گرمای هوای برزیل هم سدی برای اهدافش نخواهد بود. più caldo a Mosca che in tutti gli altri posti. Io guardavo le temperature. الان دمای هوای مسکو از دمای تمام شهرهایی که من نگاه کردم بیشتره. این شاید از شانس اوناست، اما میخوام بگم که ما توی دمای خیلی بالا تمرین کردیم و اینجا خیلی داغ به نظر نمیرسه. خب بالاخره بازی‌های ایران توی جام جهانی امسال شروع شد. بازی مقابل نیجریه با نتیجه‌ای تمام شد که شاید بسیار انتظارش رو نداشتن. این اولین بازی ایران در تمام 4 دوره حضورش در جام جهانی بود که تونست دروازه‌اش رو بسته نگه داره و البته اولین بازی این دوره که با نتیجه مساوی بدون گل هم به پایان رسید. البته تا اینجا تساوی که به معنی کسب یک امتیاز ارزشمند برای ایران بود.
خب طبق معمول هر شب در خدمت جناب آقای جلال طالبی سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی 98 هستیم و همچنین جناب آقای محمد تقوی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران. آقای طالبی، به هر حال تمام رسانه‌های مختلف رو که نگاه می‌کردیم بدون شک بازی ایران و نیجریه رو یکی از بی‌کیفیت‌ترین بازی‌های این جام تا به این لحظه می‌دونستند با اختلاف زیاد، ولی خب از اون طرف هم امتیاز با ارزشی که ایران به دست آورد قابل چشم پوشی نیست. بی تردید میشه گفت واقعا نقطه قوت ایران خط دفاعش بود. شما خودتون به عنوان مربی ایران تا حالا خط دفاع ایران رو انقدر منسجم دیده بودید؟ ولی من فکر میکنم به طور کلی این خط دفاع نبود که مسئولیت به هر حال تدافعی رو داشت. سازمان تیمی ما به شکلی چیده شده بود که تمام بچهاتون به صورت دایره میبایستی اون وظایف خودشون رو در زمانی که در حال تدافعی هستیم مثلا انجام بدن، که اگر مشاهده کرده باشیم ما میدیدیم که از شروع زمانی که نجیری به نیمه ما مخواست وارد شد با آقای قوچان نژاد شروع می شد بازی، در تأخیر انداختن بازی توسط نجیری، بعد می اومد وسط زمین ما آقای نکونام، آقای تیموریان و آقای حاج صفی، دوتا کنارای ما آقای دژاگه و خسرو هیدری، که اینا شروع می کردن قبل از رسیدن توپ به خط دفاعیمون کار دفاعی رو بسیار درگیرانه بسیار شجاعانه شروع می کردن و بعدم چهار دفاعی ما وظیفه داشتن که بالاخره توپ های آخر رو به صورتی دفع کنن یا مال خود بکنن، که به هر حال نقطه اون کانالایی که نجریه میخواست در اختیارش باشه اون فضا رو خوب بچه ها پوشش دادن، خیلی خوب همدیگر رو حمایت کردن، خیلی خوب شجاعانه به مقابله حریف رفتن و اینا تمام دلیل بر این بود که تو اون حالت تدافعی همه کمک هم بودن، فقط تنها خط دفاع نبود. آقای طالبی بر این اعتقاد دارن که به حال ایران فقط در واقع همه تمرکزش بیشتر برای دفاع کردن بود. آقای طالبی شما فکر میکنید برنامه‌ای برای حمله کردن ایران نداشت یا توانایی حمله کردن نداشت؟ ببینید تو جنگ همیشه میگن که شما برای اینکه برین به جنگ باید یک سپر خیلی قوی داشته باشید و یک شمشیر برنده. من فکر میکنم ایران شمشیر رو نداشت. حالا چرا نداشت؟ ما ببینیم در کنارش ما ببینیم سپر قوی داشت، ما دفاعمون خیلی خوب بود. این بحثی که ما از خیلی وقت پیش، یعنی اگه بخوایم نگاه کنیم از چند وقت پیش، صحبت بر مبنای این بود که ما تو حمله ضعیفیم. چرا اینقدر ضعیفیم؟ آیا بازیکنای ما توانی رو ندارن از دفاع برن تو حمله، یا آیا تیم ملی ما هدفی برای برنامه تهاجمی خودش نداره؟ من فکر میکنم با توجه به اینکه 10 دقیقه آخر بازی با نیجریه نشون داد که بازیکنای ما، من فکر میکنم علاوه بدنی حداقل این توان نشون دادن دارن، اما برنامه خاصی، سناریوی خاصی که توی تمرینات، نمیدونم، من نیستم اونجا و نمیدونم و مطمئنم که آقای کراش این سناریو یا این برنامه تمرینی و برای رسیدن به گل رو داره، اما حداقل من این توی این بازی یا بازی‌های دیگه ندیدم. البته شنیدم تو بازی با ترینیدا توباگو خیلی خوب بود، البته اون بازی رو اصلا پخش نکرد و خیلی چی میگن دقیق نمیشیم در مورد اون قضاوت کنیم. فکر میکنم ایران میتونه دفاع خیلی خوبی داره، خیلی خوب میتونه دفاع کنه، اما ما همیشه نمیتونیم متکی به سیستم‌های دفاعی باشیم. بازم میگم اگر اتفاقی تو شرایط بازی پیش بیاد، حالا ممکنه اونا خیلی خوب نباشن یا دفاع ما اشتباه کنه تو بره تو دروازه‌مون، بعد اون چه اتفاقی میفته یک فکر میکنم سوال بزرگه. آقای طالبی شما بازیکن کلیدی دیشب رو اگر بخواید اشاره بکنید، حالا حداقل اگر نخواهید همه اسم بیارید، در کدوم منطقه فکر میکنید ایران، حالا جدا از اینکه شما فرمودید در همه لایه‌ها ایران به خوبی دفاع میکرد، ولی اگر بخواید بازیکن کلیدی ایران رو بهش اشاره کنید؟ من خط هافکمون ستا خط هافکمون به خصوص آقای تیموریانو که واقعا یه لحظه آرامش نداشت، اون میکل در مقابل تیموریان و عرض کردم بازم کمک آقای صفی و نکونام و باز دو تا جناح چپ و راست ما آقای دژاگی و خسرو هیدری خیلی کمک کردن که خیلی کم تونست نجیری از جناحین حرکت کنه و توپ ارسال کنه روی دروازه. بنابراین من فکر میکنم که واقعا حیفه که بگیم یه بازیکنی رو انتخاب بکنیم. تمام بچه ها تمام تلاششونش کردن و فکر میکنم نتیجه هم برحال شاید فوتبال نبوده که ما میپسندیم، ولی برای تو جام جهانی و گرفتن یک امتیاز بازی اول خیلی میتونه کمک کنه. حداقل میتونیم بگیم که اسپانیا و پرتغال و انگلیس هنوز این امتیاز هم ندارن.
یه تیم ایران داره. خیلی ممنونم. ما اینجا در کنار هم برای ترتیب دیشب مسابقه رو دیدیم، ولی طرفداری فوتبال هم بازی دیشب رو در گوشه و کنار دنیا از تهران تا تورنتو و از لندن تا پکن با دقت و با هیجان خودشون این بازی رو دنبال کردن. آقای طالبی، یه دونه از سوالای دیگه که واقعا اینجا مطرح میشه اینی که تیم ایران 9 کیلومتر میانگین دوندگیش بود و میانگین به حال میزان مسافتی که تیم به صورت میانگین کل تیم طی کردن، این مسافتی که من خودم به شخصی یادم نمیاد که ایران در پیچ بازی دیگه قبلا تونسته باشه 9 کیلومتر دویده باشه. میخوام به این برسم از این آمار که آیا تیم نیجریه فوق‌العاده تیم بدی بود که نتونست اونجوری که باید دروازه ایران رو تهدید بکنه، یا این دوندگی بیش از اندازه بازیکنان ایران بود که موقعیت‌ها رو گرفت؟ خب همون چی که عرض کردم، اولین هدف این بود که ما بتونیم اون مسافت زمین رو برای تیم خودمون کم بکنیم و بنابراین بازی رو ما توی نیمه دنبال کردیم و هم توی نیمه خودمون و تمام دوندگی همون اکثرا شاید 85%ش توی نیمه خودمون بوده و عرض کردم یکی از بازیایی بوده که تیم ایران بچه ایران بسیار زحمت کشتن، بسیار تلاش کردن و بالا رفتن دوندگی ها بیشتر برای تحت فشار دادن قرار دادن حریف بوده، نه برای احیانا ایجاد موقعیت و فضا برای خودشون. میخوام از همینجا ببخشید من سوالتون رو قطع میکنم، از همینجا برسم چون با هم صحبت میکردیم ما تقریبا بر این باور بودن که به حال اینها ممکنه که برای ایران در واقع ایجاد مشکل بکنه. با این طرفه میکنید اگر این بازی رو ایران جلوی آرژانتین بخواد بکنه در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد اگر با همین سیستم بخواد ایران بازی بکنه؟ ببینید در اضافه آقای جلال بگم که یکی از نقاط مثبت تیم ملی دیروز مدافعین کناری تیم ملی بودن، یعنی آقای مرداد پولادی و پژمان منتظری. به این دلیل که وقتی شما این سیستم دفاع میکنید تمام فضاهای جلوی خط دفاعیتون بسته میشه، به خاطر اینکه تیموریان و نکونام اون وسط بودن و این تمام این منفذایی که بین دفاع به وجود اومده بسته بودن. معمولا این زمان تیم‌ها میرن تو کنارا و به دو دلیل به نظر من بازی دیروز مساوی شد، یکی بازی خوب این دوتا مدافع کناری که خیلی خوب تو پوششان می اومدن، یکی بازی ضعیف مدافعین کناری نیجریه. اونا اون توان رو نداشتن که بیان مدافعین کناری ما تو اوورلپ ها دور بزنن، اما آرژانتین نفرات رو داره. یعنی مدافعین کناری مثلا زابلتا میتونه بیاد از کنارا مدافعین کناری ما رو دور بزنه و این خط دفاعی ما رو بشکنه. ما میبینیم بازیکنای خلاقی مثل حالا مسی، آگوئرو، دی ماریا این توانایی رو دارن که از این منفذهای خط دفاعی ما رو پیدا کنن. ببین آقای کرش چون یه مربی در واقع میتونیم بگیم مربی بروزیه و میدونه با تیمای بزرگ چگونه فضا رو پیدا میکنن، سعی میکنه اون فضا رو بده به بازیکنان. اما فکر میکنم این گرفتن این فضا بازیکن آرژانتین یه مقدار برای بازیکنای ما حداقل میتونه سخت باشه. مثلا من و شما چی شانسی
فرصتی نداشتیم که توی ورزشگاه باشیم دیشب و بازی رو ببینیم، ولی پوریا جافره برزیل بود، توی ورزشگاه کوریتیبا بود و شانس این رو داشت که بازی رو از نزدیک ببینه. الان هم ساو پائولو است و فکر می‌کنم مقابل کمپ تیم ملی ایران. پوریا، از حال و هوای دیشب بگو و صحبتایی که با تماشاگرها داشتی. مجید، ایرانی ها تقریبا همشون راضی به نظر میرسن. این اولین باره که ایران یک مسابقه جام جهانی خودش رو بدون شکست شروع کرده، کمپین جام جهانی خودش رو، و خب آقای طالبی بهترین کسی هستن، چون من یادم بیاد که سال 98 ایران بازی خیلی منظمی رو جلوی یوگوسلاوی کرد و باز هم با دست خالی از اون بازی برگشت. برای همین ایرانی ها جشن میگرفتن، شادی میکردن، در چندین نقطه کوریتیبا حتی مراسم رو گذاشته بودن که ایرانی‌ها رفته بودن اونجا و شادی می‌کردن. خبرنگارای دیگه از جمله خبرنگارای نیجریه، خبرنگارای بین‌المللی میومدن به من تبریک می‌گفتن که تیم شما می‌خواست یک کار رو در زمین انجام بده، هدفش گرفتن مساوی بود، سازماندهی شده بود برای این کار و همه بازیکن‌ها کار خودشون رو عالی انجام دادن. پس بنابراین میشه گفتش که اون عکس‌العمل‌ها به اولین نمایش تیم ایران اکثرا مثبت است از نگاه کارشناس‌ها. ولی یک نکته که هستش اینه که امروز صبح یک برنامه داره در مورد جام جهانی شبکه اصلی ورزشی برزیل و خب بعضی هم خیلی راضی نبودن و مسخره میکردن، نه ایران رو، کلن این بازی رو، یعنی که صحنه های بازی رو روی همدیگه گذاشتن و با بعضی از سرباز و اینا گذاشته بودن انگار که مثلا یک اتفاق قرار بیفته تو بازی. برای همین بعضی هم راضی نبودن به خاطر اون مسابقه های دیگه که تو این جام جهانی دیدیم. مطابقات پوریا خیلی کوتاه الان بگو نگاه به بازی با آرژانتین به چه صورت هست. بازی آرژانتین هم بازی هستش که به حال برای ایران مهمه و فکر میکنم اکثر تماشاگران ایرانی و کسایی که فوتبال رو دنبال میکنن خیلی توقع برد یا حالا حداقل حتی مساوی هم از اون بازی ندارن. در مورد اون بازی چه چیزایی شنیدی و تازه ترین ها رو به ما بگو. الان ایران چند روزی وقت داره که برای آرژانتین آماده بشه. مجید، یک نکته رو نباید فراموش بکنید، چون ما امروز وقتی که از کوریتیبا برگشتیم فرودگاه ساوپائولا تا همین کمپ ایران که فاصله کمی هستش شدیداً طول کشید به خاطر اینکه همه مردم دارن خودشونو میرسونن به یه جایی تا بتونن بازی برزیل و مکزیک که لحظات دیگه شروع میشه رو نگاه بکنن و این نشون میده که چقدر مردم برزیل فوتبالی هستن و دشمن بزرگ اونا آرژانتینه. در بازی دیروز ایران با نیجریه جمعیت بسیار زیادی از برزیلی‌های محلی در ورزشگاه بودند. انتظار میره که توی ورزشگاه بلو هوریزونته همین اتفاق تکرار بشه و اونجا یک تیم فقط میتونن تشویق بکنن برزیلی‌ها. جالبه که بدونید که در آغاز بازی بعضیا نیجریه رو تشویق می‌کردن، در اواسط بازی نظر خودشون رو عوض کردن، ایران تشویق کردن. ولی در بازی مقابل آرژانتین این هم یه بازی دیگه میتونه باشه که شبیه بازی خونگی برای ایران به خاطر اینکه برزیلی‌ها درصد پشت سر ایران هستن. ولی همه کارشناسا الان نگاه کردن و سازماندهی تیم ایران رو دیدن، به خصوص تیم آرژانتین. مطمئن هستم که دارن کار میکنن ببینن که این دفاع چند لایه ایران رو چطوری میشه باز کرد. خیلی متشکرم ازت پوریا. پوریا جافره بود از ساوپائولو که برای پوشش مسابقات جام جهانی به برزیل رفته. اما دیشب هم موقع بازی ایران و نیجریه تعدادی از همکاران ما در بخش فارسی و سایر بخش‌های بی بی سی هم در کنار هم در همین ساختمان این بازی رو تماشا کردن، مسابقه‌ای که چند تماشاگر کوچولو هم داشت.
خب همونطور که پوریا هم گفت بعد از بازی ایران میشه گفت تقریبا اکثر نگاه‌ها به بازی برزیل و مکزیک، دیداری که برای طرفداران فوتبال آمریکای جنوبی و مرکزی دیداری کلاسیکه. آخرین باری که برزیل در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی شکست خورده به 34 سال پیش برمی‌گرده. مکزیکی‌ها هم در 11 رویارویی گذشته‌شون با تیم‌های آمریکای جنوبی در ادوار جام جهانی تنها یک بار پیروز بودند. 2-1 اکوادور رو سال 2002 بردن. فارغ از همه این آمار، الان طرفداران هر دو تیم خودشون رو به هر طوری که شده به ورزشگاه شهر ساحلی فورتالزا در شمال شرقی برزیل رسوندن. خب بعد ببخشید به خاطر مشکل فنی که به وجود اومد سعی می‌کنیم این کلیپ فوق‌العاده زیبا رو به شما نشون بدیم، ولی بریم سراغ بحث برزیل و مکزیک. آقای طبیعی یادتون میاد صحبت می‌کردیم در مورد همین چند دقیقه پیش در مورد ترکیب احتمالی تیم ملی برزیل. شما موافق بازی دادن فرد هستید به عنوان نوک حمله تیم برزیل، ولی آقای طبیعی شما مخالف هستید. نه برعکس، شما مخالف بازی دادن هستید. من موافق هستم که فرد بازی کنه. شما موافق هستید که بازی بکنه. دلیل مخالفت شما آقای من مخالف نیستم به اون صورتی که بگم خب نمیتونه در تیم ملی برزیل کنار بازی کنه. من نوع شکل بازیشو برای تیم برزیل که مقاد قهرمان جهانشه زیاد نمیپسندم، یعنی نه اینی که بازیکن خوبی نیست، چون تو آماری که فیفا داده تو همین بازی با کرواسی ایشون حتی یک شوت به سمت دروازه نداشته و یه پاس به هر حال میگن پاس گل یا پاس مفید رو تو فضای 18 قدم یا فضای جریمه نداده و در طول تمام بازی یک بار رفته داخل فضای جریمه. خب این سن استرس این فورواردی که برام میگیم حالا به هر حال نقششون فرق کرده، فوروارد نوک نیاز هستش که جدا این که به اصطلاح فضا سازی میکنه توانایی گل زدن هم داشته باشه و بتونه به موقع گل هم بزنه. آقای طلبی شما ببینید بهترین بازیکن‌های دنیا نیاز به یه سری بازیکن‌هایی دارن که از خود گذشتگی کنن و این سرویس لازم به این بازیکن‌ها بدن. فرد از اون نوع بازیکناست. فرد بازیکنی که بیشتر اون چیزی که ما دنبال تو سنفورا دنبال این هستیم گل بزنه، البته اگه بتونه گل بزنه خیلی عالیه، اما اگه نگاهی به بازی این بازیکن بکنید این بازیکن بازیکنی که خیلی خوب هافبک‌های کناریشو به بازی می‌گیره، مثل اسکار، مثل نیمار. ما می‌دونیم نیمار برگ برنده برزیله و بازیکن‌های کناری برزیل باید کمک کنن این بازیکن از اون فشارهایی که میاد خارج. فرد این کارو خیلی خوب انجام میده. تو بازی اول اگه نگاه کنیم به گل برزیل، درست نیمار اون شوتو زد، اما اگه دقت کرده باشین حرکت فرد باعث شد اون شرایط برای نیمار به وجود بیاد. به گفته آقای طالبی خب به هر حال هر بازیکن دیگه هم جای فرد بود میتونست بره و اون فضا رو ایجاد بکنه. الزاماً فضا باز کردن میخوام اینو بگم که اگر احیانا اسکار و نیمار رو محدود کنن مسیر حرکتشون رو، بالاخره یه بازیکنی وسط بس باشه که بتونه کاری انجام بده. فضا باز کردن هر بازیکنی میتونه انجام بده. این کار هر کسی نمیتونه فضا رو باز کنه. فضا که اگر باز خیلی مهمه. به این مقدار خطرناک باشه که اگر صاحب توپ میشه بتونه بدون حمایت بدون کمک اطرافیاش هم بتونه کاری انجام بده. من منظورم اینه که نه اینکه بازیکنی نیستش که در صدر تیم ملی نباشه. من یه مقداری از یه بازیکن فوروارد نوک بیشتر انتظار هستش که بتونه خودش هم به تنهایی تصمیم بگیره و گل بزنه. نتیجه بازی امشب پیش بینی نمی‌کنید آقای طالبی؟ خیلی کوتاه. من فکر می‌کنم برزیل هستش. برزیل. آقای طالبی. برزیل می‌بره، اما باید خیلی با مراقب دو تا فوروارد مکزیک باشه. اونا واقعا خطرناکن. خیلی متشکرم از هر دوی شما. گرچه بازی دیشب ایران و نیجریه گلی نداشت و چنگی به دل نزد، اما در مقابل دیروز و دیشب شاهد دو بازی پرگل و جذاب بودیم. آلمان پوست پرتغال رو کند و آمریکایی‌ها از ستاره‌های سیاه انتقام گرفتند. برنامه امشب رو با تصاویری از طرفداران شاد تیم‌های پیروز و قطعاً طرفداران غمگین شکست خوردگان به پایان می‌بریم. تا فردا بدرود.